به نام خدا. دوستان عزیز سلام، من سعید هستم از کانال هلوتک مارکت و با یک ویدیوی دیگه در خدمت شما هستم. به کانال خودتون خوش اومدین. توی این ویدیو قصد داریم در مورد ساخت یک سلکتور الکترونیکی صحبت کنیم. همونطور که میدونید سلکتورها حالت مکانیکی دارن و با چرخیدن ما میتونیم حالتهای مختلف رو انتخاب کنیم و ارتباط رو برقرار کنیم. توی این ویدیو قصد داریم سلکتور رو به صورت الکترونیکی در دو حالت با میکروکنترلر و با استفاده از 47 که میشه بدون میکروکنترلر بسازیم. و خب توی میکروکنترلر دستمون بازتره و حالتها رو میتونیم بیشتر تغییر بدیم و تعداد خروجی ها رو هم میتونیم بیشتر کنیم، اما با استفاده از IC دیجیتالی 4017 ما فقط 10 تا انتخاب داریم و میتونیم کمتر و یا در نهایت تا 10 تا خروجی رو داشته باشیم. حالا با هم بررسی کنیم ببینیم چطوری میتونیم مدار رو بسازیم. اول بریم سراغ 4017. خب همونطور که میدونید IC 4017 یا بهتر بگم CD 4017 یک IC دیجیتالی هستش و دارای 16 تا پایه هست. طبق معمول پایه 16ش مثبت و پایه 8ش منفی. حالا ما بقیه پایه ها رو باید با همدیگه بررسی کنیم. خب ما باید کلاک پالس رو به پایه شماره 14 بدیم. سوال اینجا پیش میاد که کلاک پالس چیه؟ برای اون دسته از دوستانی که اطلاع ندارن، وقتی که شما یک ولتاژ داشته باشید، این ولتاژ میتونه برای ورودی یک IC به عنوان پالس یا کلاک حساب بشه. منتها شرطش اینه که باید سطح این ولتاژ تغییر کنه، یعنی یک لحظه از حالت 1 به 0 یا از حالت 0 به 1 بره. یعنی چی؟ ببینید پایه شماره 14 ورودی کلاک ما هست. اگر دقت کنید میبینید با یک مقاومت 1 کیلو وصل شده به یک ولتاژ 5 ولت. این ولتاژ 5 ولت مستقیما توسط این مقاومت به پایه شماره 14 وصله و همیشه پایه شماره 14 رو حالت های نگه داشته. پایه شماره 14 به یک کلید هم وصله و سمت دیگه کلید هم به زمین. زمانی که ما این کلید رو فشار میدیم، پایه شماره 14 از این طریق میاد و به زمین متصل میشه. خب سوال اینجا پیش میاد که آیا این پایه شماره 14 که توسط این مقاومت به ولتاژ VCC وصل بود، ولتاژ مثبت و منفی باتری یا منبع تغذیه با هم اتصالی نمیکنه؟ خیر، به خاطر اینکه ما اینجا یک مقاومت گذاشتیم. البته بهتره این مقاومت 4.7 کیلو باشه یا نهایتاً 10 کیلو و حالا 1 کیلو که من اینجا گذاشتم کار میده، ولی بهتره که شما یک 4.7 کیلو یا یک 10 کیلو بذارید. خب این مقاومت باعث میشه که ولتاژ مثبت و منفی هیچ وقت با هم دیگه اتصالی نکنه و منبع تغذیه آسیب نبینه. ولی اتفاقی که میفته این هست، ولتاژ بالا یا های یا همون سطح ولتاژ 5 ولتی که در روی این پایه قرار گرفته توسط این مقاومت، وقتی که ما این کلید رو فشار میدیم یک لحظه به پایین کشیده میشه و به 0 میرسه و زمانی که ما دستمون رو این کلید برمیداریم دوباره این سطح بالا میره. همین حالت برای پایه شماره 14 حکم پالس رو داره و نیازی نیست دیگه ما از IC هایی که کلاک ایجاد میکنن یا از مداراتی که کلاک ایجاد میکنن استفاده بکنیم. بنابراین فقط کافیه که پایه شماره 14 یا همون کلاک ورودی 4017 ما رو با این سبک و با این روش برای IC مون کلاک ایجاد کنیم. خب پایه شماره 13 که اینیبل هست باید به زمین وصل بشه، چون اگر به 1 وصل بشه IC دیگه کار نمیکنه. این اینیبلی که اینجا هست، چون این علامت نات اینجا هستش، حتما باید به زمین وصل بشه تا فعال بشه. اینم به خاطر اینه که اینجا مدار نات گذاشتن. خب اینجا مستر ریسیت هستش. کاری که این پایه انجام میده این هستش که همیشه IC رو میتونه ریسیت کنه، یعنی IC تو هر وضعیتی که باشه، تو هر خروجی که باشه، میتونیم با کمک این پایه و وصل کردنش به ولتاژ مثبت IC رو ریسیت کنیم. ولی حالا چرا اینجا اومده وصل شده به Q5؟ در ادامه بهتون توضیح میدم. زمانی که ما مدار رو ران میکنیم و ولتاژ وارد مدار میشه، به صورت اتوماتیک Q0 یا میشه همون اولین خروجی 4017 روشن هست و میاد وارد یک مقاومت میشه و وارد این LED میشه. حالا شما این LED رو میتونید بردارید، به جاش ترانزیستور و رله بذارید و یک وسیله 220 ولتی رو باهاش روشن کنید و یا هر کاری که دلتون خواست، لامپ 220 ولتی، هر مصرف کننده ای. اصلا شما میتونید این خروجی رو به DC بدید و میتونید بدید به یک ترانزیستور و سر راهش باز یک مصرف کننده DC رو راه اندازی کنید. اینها دیگه دست خودتونه. خب اینجا الان این نقطه قرمز رو میبینید، اینجا ولتاژ بالاست ولی پشت کلید آبیه، یعنی به زمین وصل شده. زمانی که من این کلید رو فشار میدم، به این پایه شماره 14 دقت کنید، ببینید من این کلید رو فشار میدم،
هنوز هیچ اتفاقی تو آی سی نیفتاده، ولی پایه شماره 14 سطح ولتاژش کشیده شده پایین و به زمین وصل شده. حالا کلید رو رها میکنم. با رها کردن کلید چون یک حالت لبه بالا رونده ایجاد میشه و ولتاژ به سطح بالا میره، به عنوان یک کلاک حساب میشه و آی سی یه دونه شمارش میکنه و از Q0 به Q1 میره. حالا میبینید که خروجی دوم راه افتاد و دوباره با حالت بعدی میریم رو حالت سوم، حالت چهارم و حالت پنجم. حالا سوال اینجاست، چرا ما اومدیم خروجی Q5 رو وصل کردیم به مستر ریست؟ زمانی که ما میریم به حالت بعدی این Q5 یک لحظه روشن میشه، ولی چون ولتاژش میاد و به پایه ریست میرسه آی سی رو خاموش میکنه و آی سی رو یک لحظه دوباره راه اندازی میکنه، آی سی برمیگرده رو حالت اول. پس بنابراین ما اینجا میتونیم فقط از این 5 تا خروجیمون استفاده کنیم. ببینید یک بار دیگه فشار میدم، آی سی میره رو حالت Q5 که خودش رو ریست میکنه و برمیگرده رو Q0 و ما میتونیم روی این 5 تا خروجی مانور بدیم و تغییرش بدیم. حالا شاید یکی دلش بخواد که 6 تا خروجی داشته باشه، کافیه که بیاد اینجا خروجی Q6 رو وصل کنه به ریسیت و از این Q5 هم دوباره یک مقاومت 330 اوهمی بذاره و یک LED و یا یک مصرف کننده یا هر چیز دیگه ای. و این رو هم بگم، پورتای خروجی این IC انقدر جریانشون بالا نیست که بشه مستقیم مصرف کننده رو بهشون وصل کرد. چیکار باید بکنیم؟ از این روش باید استفاده کنیم، یعنی از یک ترانزیستور. خب این چیه؟ موقعی که اومدیم روی میکرو این رو توضیح میدم و این رو بدونید که شما این قسمت رو کامل میتونید برای خروجی های 17 هم استفاده کنید. خیلی خب، پس ما دیگه الان کافیه که همون Q5 رو بیاریم به ریستمون وصل کنیم و روی این حالت 5 تایی استفاده کنیم. حالا یکی دوست داره 3 تا استفاده کنه، چیکار میکنه؟ چهارمین خروجی رو میده به ریست. دوست داشته باشیم از 2 تا حالت استفاده کنیم، سومین خروجی رو میدیم به ریست و دیگه مقاومت هم نیاز نیست، مستقیم میتونید خروجی سوم رو بدید به پایه ریست. این از بخش 47 و توضیحاتی که مربوط به این بخش میشد. حالا بریم رو میکرو کنترلر. خب اول خود مدارش رو توضیح بدم، بعد بریم رو برنامهش. خب سوال اینجا پیش میاد، میکرو کنترلر چیه؟ میکرو کنترلر اگه نمیدونید یک آی سی که هوشمنده و قابل برنامه ریزیه و باید برنامهش رو بنویسیم، کامپایلش کنیم و توسط پروگرامر وارد آی سی بکنیم. یک مقدار کار پیچیده است، به خاطر همین چلیف در رو همینجا توضیح دادم. اما اون دسته از دوستانی که حالا با میکرو کنترلرها کار کردن و شاید تازه کار باشن و یا اصلا دوست داشته باشن که تو این زمینه هم اطلاعاتشون زیادتر بشه، این قسمت رو براشون توضیح میدم. خب من مدار رو ران میکنم، دیگه به بالا کاری نداریم. برای ورودی پورت B و اولین پایش که میشه پایه شماره 14، من دقیقا همون حالت رو استفاده کردم، یعنی همون حالت بالا، کلید و یک مقاومت. توسط یک مقاومت پایه شماره 14 به VCC وصل شده و توسط یک کلید هم به زمین. حالا من هر موقع این کلید رو فشار بدم، این پایه شماره 14 میاد از این سمت وصل میشه به زمین و ببینید چه اتفاقی میفته. خب وقتی که من کلید رو فشار میدم خروجی اول روشن میشه. توی میکرو کنترلر اینجوری برنامه ریزی کردیم که همون اول هیچ کدوم از خروجی ها روشن نباشن. میتونیم برنامه رو تغییر بدیم و مثل همون حالت 47 ایجادش بکنیم. پس توی میکرو کنترلر دستمون بازتره به همین دلیل. میریم رو حالت بعد، دوباره من یه پالس دیگه ایجاد میکنم، میبینید که میریم رو خروجی دوم، خروجی سوم، چهارم، پنجم و دوباره برمیگردیم رو خروجی اول. حتی میتونیم یه کاری کنیم که وقتی که از خروجی پنجم خارج شدیم اول اینجا صفر باشه یا همشون صفر باشن و با پالس بعدی اینجا روشن شه. پس ببینید تو برنامه نویسی همه کاری میشه انجام داد. اما نکته ای که هست، میخوایم راجع به این ترانزیستور، این رله و این مقاومت صحبت کنیم. گفتیم که این سه قطعه رو میتونیم اینجا هم استفاده کنیم. چطوری؟ الان توضیح میدم. خروجی حالا یا 47 یا خود آی سی ما، یعنی خود میکروی ما، میاد همونطوری که قبلا هم گفتیم وارد یک مقاومت میشه. این مقاومت به خاطر اینکه یک مقداری جریان رو کاهش بده و به بیس ترانزیستور آسیب نرسه، ضمن اینکه حالا برای کنترل نور خود LED هم لازمه. چرا؟ چون این آی سی ها میتونن تا حالا غیر از میکرو کنترل این آی سی تا 18 ولت هم میتونه کار بکنه، ولی خب ولتاژ خروجیش هم بالا میره، بنابراین میاد LED رو میسوزونه. پس شما باید اینجا یک مقاومت 330 اوهمی بذارید برای راه اندازی ترانزیستور BC547 هم که بیسش باید تحریک بشه. یه مقاومت 1 کیلو کافیه و میکروتون هم که نباید بیشتر از 5
ولت بهش برسه. بنابراین به این نکته دقت کنید، اگر میخواید به میکروکنترلر تغذیه بدید حتما باید یک آی سی رگولاتور 7805 استفاده کنید که ولتاژ رو براتون ثابت بکنه، یا منبع تغذیه‌تون 5 ولتی یا باتریتون هم 5 ولت بیشتر نباشه. حالا میان چیکار میکنیم؟ خروجی رو میدیم به یک مقاومت و مقاومت رو میدیم به پایه بیس. پایه بیس پایه تحریک هست و زمانی که ولتاژ واردش میشه تحریک میشه و کلکتور به امیتر راه میده و جریان از این سمت سویچ میکنه و میاد به سمت زمین. حالا نگاه کنید، یک ولتاژ 5 ولت از این سمت اومده وارد بوبین این رله شده و اومده به کلکتور، و وقتی که بیس ترانزیستور تحریک شده کلکتور به امیتر راه میده و این رله روشن میشه. ببینید این حالت رو، ببینید الان به سمت راسته. وقتی من میرم رو حالت بعدی و این مقاومت دیگه ولتاژی پشتش نیست و به بیس هیچ ولتاژی نمیرسه، همونطور که این LED هم خاموش است، رله تغییر حالت داد و کانتاکتوراش رفت سمت چپ. پس بنابراین زمانی که ما روی حالت یک باشیم میتونیم چیکار کنیم؟ میتونیم از این کانتاکتور به این کانتاکتور یک مصرف کننده 220 ولتی رو سر راهش قرار بدیم و از مدار میکروکنترلر ایزولش بکنیم. هیچ فشاری هم به این مدار نمیاد، ضمن اینکه ولتاژ 220 ولت هم هیچ وقت وارد مدار DC ما نمیشه و آسیبی به قطعات ما نمیزنه. یک بار دیگه رله رو نگاه کنید، حالت پنجم، وقتی که میام رو حالت ششم ببینید رله دوباره تغییر حالت داد. حالا شما میتونید برای تک تک این خروجی ها از همین مدار استفاده بکنید به همین راحتی. حالا بریم سراغ برنامه نویسی قسمت میکروکنترلر. خب ببینید، ما اینجا اومدیم از IC 80 MHz یا همون 8 MHz استفاده کردیم. شما اگه دلتون خواست از 16 یا 32 استفاده کنید میتونید اینجا کدش رو تغییر بدید. خب فرکانس کاری ما که روی 1 میلیون هرتز هست. حالا اومدیم چیکار کردیم؟ 5 تا خروجی تعریف کردیم. از کدوم خروجی ها؟ خروجی های پورت D از پایه اول یا بیت کم ارزش یا بیت اولش تا بیت پنجمش. بنابراین تو برنامه نویسی هم اومدیم پورت D 0 تا 4 رو به عنوان آوتپوت در نظر گرفتیم. برای اینکه یک تأخیر 30 میلی ثانیه‌ای موقع فشار دادن کلید و تغییر حالت پالس داشته باشیم، ما اینجا کافی هستش که از این دستور استفاده کنیم. یک متغیر نیاز داریم از نوع بایت به اسم LED. این اسم دلخواه، هر چی میتونید بذارید. خب میایم اینجا، برنامه از اینجا شروع میشه تو حلقه دو و لوپ. دیبانس پین بی 0 0 منو ساب. یعنی چی؟ یعنی هر موقع من پین بی 0 رو فشار دادم و ورودیش 0 شد بپر به منو، و این منو جزء زیر برنامه است که با ساب باید مشخصش کنیم و برنامه تموم میشه. حالا بریم سراغ زیر برنامه منو. خب منو دو نقطه increase LED، هر موقع که ما وارد منو شدیم این متغیر LED یه دونه زیاد میشه. خب حالا بعد شرط چک میکنیم، میگیم که if LED برابر است با 1 then یا سپس این کارا رو انجام بده و شرط رو ببند، تمام. و دوباره میایم همین رو تکرار میکنیم، میگیم اگر LED برابر 2 شد حالا بیا این کارا رو انجام بده، و این شرط رو 5 بار تکرار میکنیم. حالا اتفاقی تو شرط میفته چی هست؟ اگر LED برابر 1 بود میاد پورت دی 0 رو ست میکنه، یعنی یکش میکنه خروجیش رو، و چارتای دیگر رو ریست میکنه، خروجی ها رو صفر میکنه، همون حالتی که ما داشتیم زمانی که ما اینجا این دکمه رو فشار میدیم. میکروکنترلر میاد اون LED یا متغیر LED رو یه دونه زیاد میکنه و شرط رو چک میکنه. حالا که LED یا همون متغیر LED شد 2، شرط رو چک میکنه. شرط رو چک کرد، میگه که خب ریست پورت دی 0، ست پورت دی 1 و ستای دیگه هم ریست، و میبینید که این روشن شد. چرا؟ چون داره شرط دوم رو چک میکنه، LED برابر است با 2، then reset port D0، set port D1 و ستای دیگه هم reset. حالا کافیه که من دوباره فشارش بدم، LED یه دونه زیاد شد داخل برنامه طبق این دستور increase و شد 3. حالا که 3 شد میاد اینجا رو در واقع چک میکنه، حالا میشه 4، میاد اینجا رو چک میکنه و همینطوری این خروجی ها رو ست و reset میکنه. به همین سادگی، هیچ برنامه خاصی هم نداشت. و
به همین سادگی. و حالا برنامه رو خروجی میگیریم، کامپایل میشه، میایم توی میکروکنترلرمون، البته بذارید من اینجا برنامه رو استاپ کنم، میایم تو میکروکنترلرمون، در اصل اینجا داریم عمل پروگرام کردن رو انجام میدیم. اگه پروگرام کردن میکروکنترلر رو نمیدونید یا اگر پروگرامر ندارید و میخواید خودتون بسازیدش، لینکش رو براتون این بالا میذارم. با اینکه بخش پلی لیست میکروکنترلرهامون خیلی کم ویو خورده و علاقمند زیادی نداره، اما دوستان بدونید که دنیای خیلی شیرینیه و با میکروکنترلر خب بی اندازه و بی شمار پروژه میشه ساخت و دستتون خیلی بازه، خیلی سخت نیست. شاید بتونید با یکی دو ماه وقت گذاشتن و با دیدن پلی لیستی که براتون ایجاد کردم تمام این مطالب رو یاد بگیرید. امیدوارم که این ویدیو هم مورد توجهتون قرار گرفته باشه و مرسی از کامنت های دلگرم کننده تون، مرسی از لایکاتون. تا ویدیوی بعدی شما رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.